تصمیم اخیر وزارت معارف مبنی بر انتقال صنوف اول تا سوم به مساجد واکنش های زیادی را در بر داشته است. بسیاری از آگاهان و نویسندگان این تصمیم را تصمیمی ناآگاهانه و عقبگرد دانستند. برای بحث بیشتر در مورد تصمیم اخیر وزارت معارف و پیامدهای این تصمیم گفتگوی داریم با آقای رسول عبدی، دانش آموخته دین و جامعه شناسی از کابل. آقای عبدی، خوش آمدیم به برنامه. و به عنوان سوال اول، با توجه به اینکه شما دانش آموخته دین هستین و با فضای مساجد دینی و مدارس دینی هم آشنا هستین، میخواستم از شما بپرسم که آیا این فضاها مناسب برای تحصیل برای دانش آموزان صنوف اول تا سوم هست یا نه؟ درود بر شما و همه دوستان عزیز. ما در جامعه شناسی 5 نهاد بسیار بزرگ داریم: نهاد دین، نهاد آموزش و پرورش، نهاد خانواده، نهاد سیاست و نهاد اقتصاد. از چندی بدین سو، یعنی از در حدود چندین دهه، نهاد دین و نهاد آموزش جاهای خود به یکدیگر دادن. این یک قاعده هست، هر گاز روی یک نهاد زیاد کار بشه، نهاد دیگر قسمتی از مسئولیت های خود بود. نهاد آموزش و پرورش میلیون ها دلار روی ازی مصرف شد تا توانسته که به اینجایی که اکنون هست برسه، و قسمت آموزشی مساجد سپرده شده به نهاد آموزش و پرورش کشور، و حالا با این طرحی که داده شده دوباره اون مصارفی که شده، هزینه هایی که شده برای پرورش و رشد آموزش و پرورش، دوباره اون قسمت را برمیدارن میگذارن روی دوش مسجد ها که نهاد دین هست. این نهاد دین سالهاست که متروک گذاشته شده و خود والدین و پدر و مادرها هم اطفال خود را چندین سال است که از مسجد به طرف نظام آموزش و پرورش رسمی کشاندن. این تصمیم ناگهانی باعث میشه که ما اون قسمت مهم از آموزش و پرورش هستیم و اول قصه باشه که متاسفانه در جامعه ما هیچ وقت اهمیت داده نمیشه، این را بر میدارن و میگذارن بروی یک در یک فضای میگذارن که سالهاست متروک گذاشته شده، و این متروکیت ابعاد گسترده ای داره. یکی اینکه کسانی که در اونجا هستن تدریس میبینن با اصول و روش تربیتی آشنایی ندارند، از نظر روانشناسی تربیت بسیار ضعیف هستند و با اصول و متد امروزین اصلا آشنایی ندارند، کسانی که میخوایم جامازش بدن که منظور ما ملاها هست. و در قسمت دیگر فضا هست، فضای مسجد چندان فضای مطلوبی برای آموزش و پرورش نیست، چون اطفال که در اونجا میروند باید فضای مطلوب از نظر روحی، از نظر روانی و از نظر فیزیکی را داشته باشن تا بتونن اون درس ها را جذب. حالا اینها را همه زمانی که کنار هم میگذاره میبینیم که اگر فرزند این طرح عملی بشه، ما تقریبا به یک دهه نیاز داریم تا بتونیم ظرفیت سازی کنیم، یعنی قبل از پیاده شدن حداقل 10 سال باید ظرفیت سازی بشه تا هم فضا، تا هم مکان، تا هم افرادی که در اونجا دخیل هستن حداقل مقدمات آمادگی پرورش اطفال مکتب داشته باشه. و من نمیفهم که این طرح عجولانه چطور میتونه تا 10 سال بعد بتونه طرحی باشه که عملی بشه. و مطمئنم که به نسبت به این ظرفیت سازی ما هم بسیار ناامید هستیم و فکر چنان برداشت میشه که این ظرفیت سازی اکنون وجود نداره. اشاره داشتیم به این که صنوف اول تا سوم مهم انگشته نمیشه در جامعه ما. میخواستم در مورد اهمیت سالهای اولیه تدریس بگیم و این سالها چه نقشی در ساختن شخصیت و منش یک دانش آموز داره و آیا این سالها مهمتر است یا سالهای بعد از اون؟ از نگاه روانشناسی کودک، یک طفل از سن در بین سنون 4 5 6 تا 8 سالگی شخصیت 80% شخصیت از این ساخته میشه، و اطفال ما از سن 6 سالگی وارد مکتب میشوند و تا سن 9 سالگی تقریبا شخصیت اجتماعی او از نظر روانی، از نظر باوری، از نظر اعتقادی یک نحوه رو به تکامل میره. بناهن در این سن بسیار حساسی هست، سنی هست که باید بیشترین توجه بر علاوه سواد که یاد میگیری روی تربیت، روش و منش از توجه بشه که متاسفانه در جامعه ما نمیشه. نمونه بسیار سادهش برای خدمت شما هست، شاید شما هم تجربه داشته باشم و دیگران این تجربه رو هم داشته باشم. مثلا در مکاتب عادتا استادهایی که بسیار
ورزیده هستند، با دانش هستند و با تجربه هستند، این افراد را از صنوف 7 و 8 به بالا میگذارند. و معلم هایی که ضعیف هستند، هم از نظر ثبات، هم از نظر تجربه و هم از نظر بینش روش، اینها را میفرستند به صنوف پایین. این خودش بیانگر این موضوع است که ما صنوف پایین را هیچ وقت جدی نمیگیریم و هیچ وقت به اهمیت از او نمیپردازیم. و این موضوع رو هم دقیقا همین طور یک شکل داده شده. بالاخره یک سری صنوف را اینا اضافه میگیرن، یک چیز لقمه سر سیری هست، 2 و 3 و 4 و 5، اینا را میگه اینها را بفرستم داخل مسجد، اون چی چند سالی بگذرونن، بعد از او وارد نظام آموزش پرورش. در موردی که چرا وزارت معارف چنین تصمیمی گرفته، گمانه های زیادی مطرح میشه. برخی تصمیم یک تصمیم سیاسی میدانن و کودکان را هم ابزاری سیاسی برای این تصمیم میدانن. برخی دیگه، چندی پیش با یک کارشناس صحبت داشتیم، اون میگفت که این تصمیم برای این است که دولت بر مساجد نظارت داشته باشد با این روش و به این طریق. گمانه های زیادی مطرح میشه. گمان و باور شما چیست؟ فکر میکنید که چرا وزارت معارف چنین تصمیمی را بگیرد که با هیچ معیاری و به تعبیر شما با هیچ ظرفیت سازی کنونی نمیسازد؟ حالت خوشبینانه همان چیزی هست که دولت میخواهه با مکتب ساختن مساجد این حوزه را زیر سلطه خود بگیره، که از نظر من این چیز ممکن نیست به خاطر چند دلیل. یکی این که این بنابر گزارش اخیری که وزارت معارف داده، گفته ما مناطق ناامن را، جایی که مکاتب نیست، ما اطفال میفرستیم. زمانی که دولت در اینجا نتوانسته مکتب بسازه، نتوانسته مدیریت درست داشته باشه، نتوانسته معلم بفرسته، چطور میتونه اون مسجد را نظارت کنه؟ این یک. و مسئله دیگر این هست که چرا معارف را سیاسی کنه مثلا، و چرا اطفال را بازیچه خود قرار بده؟ معارف باید کاملا غیر سیاسی باشه و دولت و حکومت طرح‌های دیگری باید غیر از ابزار ساختن معارف و سیستم آموزش و پرورش برای مدیریت مساجد قرار بده، مخصوصا شورای امنیت و مخصوصا از طریق وزارت حج و اوقاف. این یک نوع تداخل وزارت ها هست، تداخل کارکرد ها هست، تداخل وزارت خانه ها هست در همدیگر، که یکی کار دیگری را نمیتونه انجام بده، او را بر دوش خود میگیره و به این خاطر از این طرح هم طرح ناقص. اشاره که شما کردین این هست که چرا اطفال را واقعا بازیچه خود قرار بدیم، اطفالی که میتونه تمام بنیان و اساره فکری او در مسجد ریخته بشه، و اینکه چه کسانی در اونجا هستند، خدا میدانه چطور افرادی باشند در مسجد که ما سابقه بسیار وحشتناکی از داخل بعضی از مساجد، البته نه همه مساجد، داره. حالت بدبینانه همون هست که یک تعداد افراد به خاطر خوشخدمتی می آیند و چنین طرحهایی می دهند. یک سری افرادی که هیچ آشنایی ندارند با فضای اجتماعی ما، هیچ آشنایی با روانشناسی کودک ندارند، هیچ آشنایی با جامعه شناسی تربیت ندارند، متاسفانه یک سری طرحهایی که از دو کشور و فلان کشور که یک نحوی با جامعه ما میتونه نزدیک باشه، برمیدارن، کپی میکنن و میگن چون در فلان کشور این نتیجه داده، پس اون را برداریم بیاریم در اینجا بزنیم. و این کپی پست ها متاسفانه در این 18 سال اخیر بسیار زیاد صورت گرفته، بدون اینکه ما این فضا را با تحقیقی که انجام میدهیم بشناسیم و مطالعه کنیم، میایم فرمول ها را از دیگه جا برمیداره و در اینجا هم. مسئله دیگر، مسئله حضور، این که یک اشاره داشته وزارت معارف، این که ما بیایم اسلامی سازی کنیم و یا اسلام را در محور خود قرار بدهیم، از نظر من استدلال بسیار مسخره است. مگر تا حالا وزارت غیر اسلامی بوده؟ مگر تا حالا اسلام در محور قرار نداشته؟ مگر سیستم غیر بومی و غیر سنتی و غیر اسلامی بوده که از این به بعد، بعد 18 سال بعد از مصرف میلیاردها دلار در آموزش و سیستم آموزش و پرورش کشور، از این به بعد میخوایم اسلامی کنیم؟ این خود اسلامی کردن و یا محور قرار دادن اسلام هم برمیگرده به اون خوشخدمتی های بعضی افراد حضور طالبان هست. این کاملا این هم امر سیاسی هست. اگر بر مبنای این سنجش بتونیم موضوع رو تحلیل کنیم، این که با حضور طالبان یک تعداد افراد با اسلامی کردن و اسلام رو محور قرار دادن، میخواهند خود را به یک نحوی با طالبان نزدیک بسازند و یا طالبان را با خود نزدیک بسازند و چرا سبزهایی است که برای طالبان میدن. این هم برمیگرده به همون چیزی که شما گفتیم، که ما چه کسانی را میخواییم قربانی سیاست های عجیب و غریب این نظام. و به همین منظور هست که این نگاهی بدبینانه، می فکر میکنم بیشتر هست، چنانچه که در
فضای مجازی و صحبت هایی که توسط کارشناس ها و عامه مردم میشه، میبینیم که کمتر کسی از این طرح استقبال کرده و حتی بسیار این طرح به تمسخر گرفتند. و از نظر مثلا جامعه شناسی اگر به این قضیه نگاه کنیم، بازتاب افکار مردم در سطح عمومی جامعه بیانگر این است که این طرح هیچ سنخیت با این جامعه نداره، هرچند این جامعه سنتی هست، هرچند این جامعه مذهبی هست و تعدادی بر مبنای این سنتی بودند و این مذهبی بودند آمدن خواستن که یک طرح سنتی مذهبی بسن، ولی غافل از اینکه هنوز هم با این جامعه آشنایی ندارن چون تحقیق نکردن این جامعه. ما کسانی که بچه خود را و اطفال خود را و کودکان خود را به مکتب میفرستند به دنبال یک آینده درخشان هستند و طبیعتا ما در باستابی که از جانب مردم دیدیم، از سطح جامعه دیدیم و حتی پدر و مادران بی سواد دیدیم، این هست که این تر بسیار تر خنده‌دار است. بطری است که احتمالا هوایی یا فراشوتی از یک جای آمده و ای که در آینده دنبال چی بودند و حالا پای خود را پس کشیدند، تری است که باید خود نظام باید پاسخگو باشه که این را از کجا آورده و به چه دلیل آورده و عواقب این را ناسنجیده طرح کرده باید پاسخگو باشه. آنچه که من میتونم از صحبت‌های شما برداشت کنم این است که شما هم این طرح را یک نوع چراغ سبز و یک طرح سیاسی میدانیم و فکر میکنیم که داشتن از اطفال و کودکان ابزار سیاسی می ساختن. در ادامه صحبت های شما که گفتین که بسیاری بر این طرح انتقاد وارد کردن، میخواستم اضافه کنم که حتی شورای علمای هرات هم در مقابل این طرح موضع انتقادی گرفته بود. در بخش صحبت های خود اشاره کردیم به کشورهای همسایه. خب ما در زمان طالبان هم این طرح را نداشتیم، در زمان طالبان هم مکاتب مانند در اکنون جریان داشتن. آیا در کشورهای همسایه کدام کشوری هست که این طرح را یا این الگو را داشته باشد که در سالهای اولیه نظام آموزشی در مسجد سپری شد و سپس در معارف، یا کدام کشور این طرح را تاکنون انجام نداده و افغانستان در این زمینه پیش قدم شده؟ ما همسایه دارم به نام جمهوری اسلامی ایران که یک دولت کاملا مذهبی هست و سرمایه زیادی را صرف مسائل مذهبی می کنه و حتی در همین کشوری که کاملا حکومت اسلامی داره ما چنین طرحی نداریم. با این که طرحهای بسیار زیادی در قسمت احیای مساجد داره، ولی طرحهای بسیار جالب برای احیای مساجد داره، برای کنترل مساجد داره که این طرح ما ندیدیم در اونجا. و کشور بعدی که میتونه همسایه باشه هم کشور پاکستان هست، کشور کمیسپربر پاکستان که متاسفانه ولی این برچسب هرچند کمی با تعامل و استفاده کنیم، در اون کشور در مناطق بسیار دور، مناطق بسیار عقب افتاده زیر نفوذ قدرت‌های اسلامی قرار داره، تا حدودی این چنین چیزی به صورت غیر رسمی و به دور از دسترس دولت و دولت هم در اونجا بالاخره نمیخواد دسترازی کنه به خاطر بعضی از مناسب دولتی، در اونجا وجود داره. خب ما دیدیم که در طول سالیان اخیر که کسانی که از افغانستان وارد پاکستان میشن و در سیستم آموزش دینی قرار میگیرن چه مصیبت هایی را برای این کشور وارد میشن. و این سوال شما سوال بسیار جالبی هست که چه سنخیتی وجود داره در بین این طرحی که در افغانستان داده میشه و اون هم از جانب نظام دموکرات و از جانب تئوریسین های تکنوکرات غربی به اصطلاح و خارج رفته و دکترادار و متخصصگرا آمدن طرحی این چنینی ده که حتی خود نظام آموزش پرورش پاکستان هم شاید قبول نداشته باشه ولی به صورت غیر رسمی در بعضی مناطق هست، آمده اون رو در اینجا پیاده میکنه و میخواهد به یک نحوی یک وضعیت نابسامان آشفته غیر قابل کنترل برای آینده بسازه، چیزی که ما متاسفانه میبینیم در طول سالیان اخیر. نظام آموزش پرورش مدارس دینی پاکستان که بسیار غیر رسمی است چه مصیبتی بر کشور ما بود و این طرح بسیار برای آینده میتونه خطرناک باشه، چون اطفالی که در سنین 6 تا 9 سالگی هستند در اون زمان شستشوی مدرسه داده بشن، خود شما فکر کنین که در آینده چه مصیبتی رو میتونه بسازه و این شخصیت و این بینشی که در ذهن این طفل گذاشته میشه شاید تا سالهای سال نتونه اون رو اصلاح بسازه و بازسازی کنه و این بسیار خطرناک است. اشاره داشتم در مورد اینکه این طرحها از توسط چه کسانی داده میشه. ما در نظام کنونی یک اصطلاحی داریم به نام اینکه بیاییم و کسانی که در خارج رفتن اونها را وارد کشور بسازیم و از دانششون استفاده کنیم. در این نظام چندین سال است روی از این قضیه کار میکنه و جالب اینکه کسانی که در خارج رفتن و آمدن
که تکنوکرات هستند و به اصطلاح مدرن فکر هستند و طرحهای به حساب خودشون مدرن میریزند، تا اکنون طرح جالبی چی در نظام آموزش و پرورش و چی در سیستم اقتصاد و چی در سیستم فرهنگ اینها جوابگو نبوده. و یک مسئله حاشیه‌ای که در اینجا میتونم اشاره داشته باشیم در اینجا این هست که این افراد به یک نحوی برچسب غیر دینی و غیر مذهبی همیشه همراه اینها بوده و همیشه هم اینها خواستن این برچسب را با تظاهر به دین و دینداری و مذهب گرایی این را منتفی بسازن. یک نمونه اش هم میتونه دقیقا همین مسئله باشه، یعنی با مذهب سازی و با دین گرایی مکاتب نشان بدن که ما غربی های آنچنانی که شما فکر میکنه نیستن. دقیقا اینجا هم دین ابزار برای چنین افراد برای و هم نظام آموزش و پرورش بازیچه این افراد برای و هم اطفال قربانی سلیقه های فردی و شخصی چنین افراد برای نمونه اش ما میبینیم که در همین دوره اخیر آقای اشرف غنی چندین مسجد ساخته شده که بی‌نظیر هست و این سرمایه هنگفتی است که آقای غنی برای دینی جلوه دادن و برای مذهبی جلوه دادن خود داره. یک سری سرمایه هایی که باید در جای درست است مصرف بشه در راه مساجد مصرف بشه که هیچ نیازی شاید بعضی وقتا نباشه، صرفا به این خاطر که خود در قلب مردم مذهبی نشان بده. این همون سلیقه های فردی هست که یک سری افراد بدون اینکه تخصصی داشته باشن، بدون اینکه آگاهی از وضعیت اجتماعی داشته باشن، بدون اینکه تحقیق صورت باشه، بر اساس یک سری پیش‌فرض‌های فکریه که به صورت کلیشه‌ای در بین مردم روال داره، اونها رو برمی‌دارن و طرح ریزی می‌کنن و یک قسمتش هم قربانی اینکه بالاخره خود در بین مردم همرنگ خودشان شدن، در صورتی که نه همرنگ این مردم هستن و نه با مسائل فرهنگی، اجتماعی و روانی مردم آشنایی دارن. همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم نشانگر این هست که نظام کنونی نظام سلیقه‌ای هست، نظام کنونی نظامی هست که متاسفانه نمیتونه با مردم خوب کار کنه و شناخت درستی هم با مردم نداره و تخصص گری صرفا در یک شعار خلاصه شده، متاسفانه شعاری که ما میبینیم در این چند وقت چی نتایج بسیار ناگواری را در پی داشته با هزینه های بسیار هنگفت، با طرح‌های بسیار عجولانه و با عملکردهای نابخردانه. از نظر آنچه که در اعلامیه وزارت معارف آمده بود این بود که این تصمیم برای تقویت کردن هویت اسلامی کودکان یا فربه کردن هویت اسلامی کودکان گرفته شده است. برخی از بنیادگرایان هم، البته تعداد اندکی از آنها، از این تصمیم حمایت کردند که این تصمیم میتواند هویت اسلامی کودکان را فربهتر کند. خب اگر فرض کنیم که این راه نباشد، ما بخوایم در مورد استدلال بنیادگرایان صحبت کنیم، ما چگونه بتوانیم یک کودک را، یک کودکی که در جامعه اسلامی کلان شده است و وارد نظام آموزشی آن جامعه می شود، به سمت هویت اسلامی و به سمت ارزش‌های اسلامی ببریم؟ طرح بدیم چیست؟ ببینین، این قبلا هم گفتم که این استدلال واقعا مسخره است. ما اطفال ما در جامعه غیر اسلامی زندگی نمی‌کنند. اطفال ما از زمانی که متولد میشن در گوش آنها اذان داده میشه، زمانی که پدر و مادر اونها مسلمان هست، خانواده اونها مسلمان هست، اقوام، خیشان، همسایه ها، حتی دکاندار کنار کوچه ما مسلمان هست، اطفالی که با اونها بازی میکنن مسلمان هست و اگر به مسجد میرون که مسائل ابتدایی دینی رو میآموزن اون ملا مسلمان هست، اهالی مسجد مسلمان هست و در اونجا آموزش دینی میبینه و حتی در همین مکتب ما درس های زیاد تلاوت قرآن، مسائل اعتقادی اینها در اینا هم مسلمان است. از نظر جامعه شناسی فضا کاملا تاثیر میگذاره بر روی ساختار شخصیت انسان و من فکر میکنم حتی اگر در همین مکتب هم درس های دینی که اکنون هست اینا رو هم نداشته باشیم، این جوان مسلمان بار میآید و مسلمان تربیت بشه و مسلمان میماند و نیازی هم به این همه فلسفه بافی ها و سفسطه بافی ها بهتره بگوییم نداره و اسلام را بازیچه قرار دادن هست از نظر من بیشتر و اعتقادات اسلامی را بازیچه سیاست های شخصیت قرار دادن هست و قرار نیست. من فکر میکنم دیگه در این جامعه طرحی مهمتر داشته باشن که بیان روی هویت سازی اسلامی کن. هویت در این جامعه ساخته میشه و هم در مکاتب و هم در مدارس. ما دارالحفاظ ها داریم، دارالعلوم ها داریم، دارالقرآن ها داریم،
مدارس دینی داریم، دارالافتاها داریم، مدارس دینی رسمی و غیر رسمی داریم. خود نظام آموزش و پرورش یک قسمت مهمی در قسمت تعلیمات دینی داره کار کردن، در حج و اوقاف داده. ما در اینجا مساجد داریم، خطبه های جمعه خونده میشه، مراسم مذهبی داریم و در حلقات درسی تفسیر و قرآن و حدیث داریم. دیگه من فکر میکنم از این بیشتر ما میخوایم چی بسازیم که هویت اسلامی ساخته بشه؟ اگر هویت اسلامی با این همه حجم از آموزش و پرورش و جامعه دینی ساخته نشه، شما میخوایم با چی هویت اسلامی؟ این دقیقا چیزی هست که این هویت سازی اسلامی چیزی است که جهادیون اسلامگرایی افراطی میگن که این جامعه مسلمان نیست و باید این جامعه مسلمان باشه، و دقیقا همون استدلالی را دارن که اونها دارن. از نظر من، از نظر ذهنی و فکری، این استدلال را از اونها وام گرفتن و به یک نحوی خود را میخواین در تبانی اونها قرار بدن، یک نحوی که برمیگرده به اون صحبت قبلی که ما داشتیم در مورد اینکه اینها یک نحوی نوی نوشابه باز کردن برای افراطگرایان هست و خود پیش اونها خوب مذهبی و دیندار شد. در قسمتی از صحبت های خود اشاره به پیامد های این تصمیم داشتید. خب مطمئنم فعلا این تصمیم با واکنش های مواجه شده است و وزارت معارف هم اندکی عقب نشینی کرده. حالا اگر فرض بگیریم که این تصمیم عملی بشه و حتی در مناطق دور افتاده این تصمیم عملی بشه و کودکان به مساجد بروند، چه پیامد های خواهد داشت؟ شما اشاره ای داشتیم به اینکه چه بسا فاجعه خلق بشه، اما خب دوست دارم که بیشتر در مورد پیامد های از او توضیح بدیم، پیامد هایی که بر روح و روان و شخصیت کودکان میگذاره. یک نگاه خوشبینانه این هست که در بعضی جایی که مکتب ها بسته هست، این اطفال به جای اینکه در کوچه و بازار و دشت و کوه و دمن بگردن، بروند در یک فضای نسبتاً بهتر درس. این میتواند تا حدود خوشبینی باشه، مشروط بر خیلی از شروط، و اون این که اولا مساجد فضای کاملا درست داشته باشند، اساتید اونها کاملا حرفه‌ای باشند و مسائل دیگر. پیامدهای غیر از این بسیار خطرناک است. از نظر مساجد، چون در به قول خود وزارت معارف که امیدوارم این طرح عملی نشه، میگویند ما در جاهای این طرح رو تطبیق میکنیم که مکتب نیست و از طبیعتا نفوذ دولت هم در اونجا ضعیف است، این مساجد به اون ملا معاش داده میشه، مصارف زیادی در قسمت تجهیزات و لوجستیک اینها داده میشه، اینها مستقیما زیر نظر طالب میاد. این مساجد زیر نظر طالب هست، زیر مخالفان مسلح هست، و اونها به یک نحوی اینها دارن اونها باج میدن از نظر به بنامهای مختلف زیر برنامه های رسمی، و این طالبی که در اونجا نفوذ داره ملای خود میره در اونجا معاش میده، مثل خیلی از معلمه های خیالی که ما داریم و دیگران پول اونها رو به جیب میزنن. این معلم از طریق طالب میره در اونجا و هیچ وقت توقع نداشته باشن در جایی که دولت در اونجا مدیریت و کنترل و نفوذ نداره، همین کالیکولم درسی و نظام درسی نظام در اونجا. شک نکنین که طالبان می آیند اونجا او را در کنترل خود قرار می دهند و نظام آموزش و پرورش خود در دهند، و بر علاوه اینها خود ملاهای که در چنین مناطق زندگی می کنند به مراتب غیر مدرن هستند و هیچ آشنایی با اصول آموزش و پرورش ندارند، که گفتم باید یک دهه بگذره تا اینها با این مسئله آشنا بشن. شما چی تصور دارند که طفل ده بره و زیر یک نفوذ فکری یک ملا در دورترین نقطه این جغرافیا در یک قریه داره، در یک قشلاق یک ملایی که بومش شاید شهر رو اندویده باشه، بره وزیر درس این تربیت بشه، طبیعتا با چیزی که نه تنها آشنا نمیشه بلکه افراطی‌تر بار میآیه، بلکه به شدت سنتی تر بار میآیه، مدرن ستیز تر بار میآیه و شهری ستیز تر بار میآیه. و با این کتاب هایی که ما داریم در نظام آموزش و پرورش شکسته و ریخته خود، از اینها دور میشه، چون در این کتاب ها ما بسیار از مسائل داریم که با اصول شهر نشینی و با اصول انسانی اینها آشنایی است. حتی همین رو هم مطمئن باشید اونها در اینجا برمید نمیگذارند با اون منطقه این چنین درس هایی داده بشه و این چنین مضمون هایی باشه. شما فکر کنین که یک نسل بعد که در چنین جای تربیت بشه چه نسل خواهد؟ نسل شهر ستیز، عقل گریز، مدارا گریز، اعتدال ستیز از چنین جامعه، از چنین فضای وارد مکاتب میشه،
ما همین اکنون بر دانشگاه های شهری خود کنترل نداریم. همین اکنون در دانشگاه های بزرگ شهرهایی مثل کابل و هرات و قندهار و مزار افراد گرایی داره رشد میکنه. حزب و تحریر، داعش، طالب، فلان گروه فلان گروه در همین دانشگاه های ما که زیر عینک دولت هستند رشد میکنه. شما تصور کنید که این کودک در آن منطقه دور افتاده چرا خیلی راحت شستشوی مغزی داده نشه؟ چرا خیلی راحت زیر نفوذ مخالفین مسلح در نیه؟ چرا خیلی راحت زیر نفوذ بنیادگرای و افرادگرا در نیایه و اونها از اینها استفاده نکنن و افکار اینها رو شستشو نده؟ در همین دانشگاه های ما داره جوانهای تحصیل کرده سنف 12 که وارد دانشگاه میشن در مکاتب دولتی با مطالعه زیاد که در شهر زندگی میکنن خیلی راحت سربازگیری میشن، مورد استفاده قرار میگیرن. در همین دانشگاه کابل در اخیرا دیدیم که از همین خود دانشگاه یک سری افراد در این مسائل دست داشتن. شما این را با اون مقایسه کنیم که چطور بشه. حالا تصور کنید اینهایی که اومدن و در پشت میزها و در کنج اتاق‌ها نشستن و فکر کردن، شما به جایی که این طرح‌ها رو بریزین بیان خود دانشگاه‌ها رو کنترل کنید، نظارت بین اینا بکنید، تحقیقات انجام بدیم که این افکار از کجا در داخل دانشگاه رخنه کرده. اون فضا کاملا در دست اونها هست دیگه، اصلا اونها زحمت نمیدن بخود، فقط یک چیز اضافه است که پولم از دولت میگیرن، امکانات رو هم از دولت میگیرن و خیلی راحت با آنچه که میخوان میرسن. و مطمئنا بنابر آنچه که شما میگویید نتیجه جز فاجعه نخواهد داشت. ممنون از شما جناب آقای رسول عبدی، دانش آموختی دین و جامعه شناسی از کابل. تشکر. باشه.